سلام عرض می کنم. خدمت زبان آموزان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز با درس 26 از دروس گرامر زبان آلمانی در خدمتتون هستم و قراره در این درس با زمان گذشته ساده آشنا بشیم داس فریتریتوم اگر یادتون باشه در دروس قبل با زمان حال و زمان گذشته کامل آشنا شدیم و اما گذشته ساده بریم سراغ نکات نکته اول زمان گذشته ساده معمولا در کتاب تاریخ و کتاب داستان کاربرد زیادی دارد اما در صحبت روزمره کاربرد چندانی ندارد نکته دوم برای ساختن جملات در زمان گذشته ساده نیازی به فعل کمکی هبن و زاین نداریم یعنی چی؟ توی درس قبل با حالت پرفکت آشنا شدیم حالت گذشته کامل و اونجا به فعل کمکی هبن و زاین نیاز داشتیم اما برای گذشته ساده نیازی به فعل کمکی نداریم نکته سوم برای صرف افعال با قاعده در زمان گذشته ساده ریشه فعل را جدا می کنیم و با استفاده از پسوندهای خاص فعل را مطابق با فائل صرف می کنیم یعنی چی؟ یادتونه توی درسی که زمان حال رو یاد گرفتیم با حالت پریزنس آشنا شدیم و با صرف فعل ها در زمان حال آشنا شدیم اونجا بهتون گفتم که باید فعل بر حسب فائل یا بر حسب ضمیر شخصی صرف بشه این موضوع رو در گذشته کامل نداشتیم البته توی, سا... توی حالت گذشته کامل فعل کمکیه که صرف میشه توی گذشته ساده اینجوریه که فعل بر حسب زمین شخصی یا فاعل باید صرف بشه حالا این چیزها رو توی مثال ها متوجه میشید بریم سراغ فعل های با قاعده دی شواخن وربن مثلا لرنن kaufen, reisen, arbeiten, wohnen, leben, baden, rechnen, atmen, stehlen. اینها ها جزه فعل های با قاعده هستند و راجع به فعل های با و بی در دو درس اخیر به صورت مفصل صحبت کردیم معنای این فعل ها رو نذاشتم چون که در درس قبل با این فعل ها خیلی کار کردیم خب برای فعل های با قاعده خوشبختانه قاعده هست خب الان یکی از این فعل های با قاعده رو بر می داریم. زمایر شخصی رو میاریم و در حالت گذشته ساده صرف می کنیم ببینیم چه پسوندهایی لازمه مثلا فعل لرنن خب اگه بخوام توی حالت پرزنس بگم میگم ایش لرنه اگه بخوام توی حالت پرفکت بگم میگم ایش هبه گلرنت با حالت پرزنس و پرفکت در دو درس اخیر آشنا شدیم خب اگه بخوام توی حالت پرتریتون بگم یا همون گذشته ساده میگم ایش لرنته ایش لرنت دقت کردید پس ت و ا اضافه کردیم ریشه فعل رو برداشتیم و پس ت ا اضافه کردیم ایش لرنت یعنی من یاد گرفتم ایش هب گلرنت یعنی من یاد گرفتم البته از لحاظ معنا زیاد با هم فرقی نمی شما اگه توی اپلیکیشن بزنید مثلا بزنید ایش لرنته مترجم میگه من یاد گرفتم اگه بزنید ایش هب گلرنت بازم مترجم میزنه من یاد گرفتم یعنی از لحاظ معنا زیاد با هم فرقی نمی و دوتاش گذشته است یعنی من یاد گرفتم یا یاد گرفتم یعنی اینکه تموم شده یه چیزی در گذشته بوده و تموم شده این مسئله تموم شده است اوکی البته بازم میگم و تاکید میکنم دوستان حالت پرفکت بسیار بسیار پرکار برده و حالت قطعه توم معمولا توی کتاب تاریخ یا کتاب داستان به کار میره خب این از زمیر اول شخص مفرد بریم سراغ زمیر دوم شخص مفرد دو لرن تست دو لرن تست اینجا پاسمند تست اضافه کردیم سوم شخص مفرد er sie es lernte er sie es lernte اول شخص جمع wir lernten wir lernten دوم شخص جمع ihr lerntet ihr lerntet سوم شخص جمع و دوم شخص محترمانه زی زی لرنتن نمیدونم متوجه شدید یا نه اینجا یه نکته جالبی هست دوستان یه نکته بسیار جالب اینه که برای اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد صرف فعل یکیه ایش لرنته er, ای پس این نکته رو داشته باشید دوستان صرف افعال در حالت گذشته ساده برای اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد کاملا شبیه هم است یعنی پسوند ت ا میگیره یه فعل دیگه برداریم مثلا کافن ای کافته ا زی اس کافته. یا مثلا فعل ماخن ایش ماخته ار، ای زی اس ماخته اوکی حالا باز بریم ببینیم اینجا یه نکته جالب بازم اینجا هست برای اول شخص جمع و سوم شخص جمع و دوم شخص محترمان صرف فعل یکی. وی لرنتن زی زی لرنتن پس این نکته رو هم داشته باشید دوستان صرف افعال در حالت گذشته ساده برای اول شخص جمع سوم شخص جمع و دوم شخص محترمانه کاملا شبیه هم است یه فعل برمی داریم مثلا کافن وی کافتن زی زی یا مثلا فعل ماخن وی ماختن زی زی ماختن و الا آخر این دوتا نکته رو حفظ کنید دوستان خیلی مهمن خب میمونه دوم شخص مفرد دو برای صرف کردن فعل در حالت گذشته ساده برای دوم شخص مفرد به پسوند تست نیاز داریم همین کاری که اینجا کردیم دو لین تست دو لین تست یه فعل دیگه برمیداریم مثلا kaufen. دو kauftest. یا مثلا فعل ماخن دو ماختست و الاخر میمونه دوم شخص جمع ایا اینجا به پسوند تت نیاز داریم دقت کنید ایا لانتت یا مثلا فعل کافن ایا کافتت ایا ماختت اینم است های با قاعده پس تکلیفمون با فعلهای با قاعده روشن شد هر وقت فعل با قاعده داشتیم برای صرفش در حالت گذشته ساده فقط کافیه ریشه فعل رو برداریم و این پسوندها رو اضافه کنیم همین به همین سادگی البته دوستان طبق معمول یه سری موارد استثنایی هم هست خیلی مهم نیستن ولی خوب گفتم بهتون بگم که بدونید نکته میگه در گذشته ساده برای صرف کردن افعالی که ریشه آنها به حروف زیر ختم میشوند به حرف ا نیاز داریم حرف ت د ام ان مثلا arbeiten baden atmen rechnen الان زمایر شخصی رو میاریم یه دونه از این فعل رو بر میداریم ببینیم چجوری صرف میشن مثلا بادن ich، بادت دو بادتست ایا sie اس بادتت وی بادتن ihr بادتت زی زی بادتن خب که چی؟ ببینید دوستان ما همون پسوندهایی که یاد گرفتیم رو به کار بردیم همین پسوندهایی که اینجا یاد گرفتیم و همین نکاتی که یاد گرفتیم همونه هیچ فرق نمی کنه. اما برای تلفظ راحت تر اومدیم قبل از پسوند حرف ای رو اضافه کردیم همین نکته همینو میگه شما این نکته رو همینجوری حفظ کنید البته این بعد موارد استثنایی هن. یعنی مهم نیستن کاربرد کاربرد چندانی هم ندارن ولی خب گفتم که بدونید چون که ممکنه بعد بعد ها مثلا یه فعلی رو ببینید که صرف شده در حالت گذشته ساده و حرف ای رو ببینید بعد تعجب کنید بگید اه خانم کاهی بهمون نگفت خواستم بهتون بگم برای تلفظ راحت تر گاهی اوقات به حرف ا نیاز داریم اوکی این از این پس تکلیف الان بالکل با فعل های با قاعده روشن شد بریم سراغ فعل های بی قاعده دی شترکن وربن فعل های بی قاعده مثلا زین لیزن فاغن گین نیمن فلیگن بلایبن شتین ایسن haben sein kommen geben این فعل هایی که دارید میبینید مهمترین و پرکاربردترین فعل های بی قاعده در زبان آلمانیه همونطور که در دو درس اخیر بهتون گفتم برای صرف فعل های بی قاعده در زمان گذشته هیچ قانونی وجود نداره یعنی ما باید صرف این فعل ها رو حفظ بکنیم حالا این گذشته میتونه گذشته کامل باشه میتونه گذشته ساده باشه اینها برای صرفشون در حالت گذشته هیچ قانونی ندارن من توی درس اخیر یه چند تا نکته رو بهتون دادم که این اون نکات میتونه تا حدودی بهتون کمک کنه ولی خب اون نکات هم صد درصدی نیستن خب ببینید دوستان از بین این چند تا فعل دو تا فعل هست که بسیار بسیار بسیار, بسیار پرکار بردن و توی صحبت روزمره هم خیلی به کار میبریم و جالب اینه که حالت گذشته ساده این دو فعل رو هم خیلی به کار میبریم هفن اوند زاین دوستان قبلا هم بهتون گفتم فعل هبن و زاین دو تا فعل استثنایی و بسیار بسیار پرکار بردن که البته جزء فعل های بی قاعده محسوب میشن الان فعل زاین رو بر میداریم زمایر شخصی رو میاریم ببینیم در حالت گذشته ساده چجوری صرف میشه فعل زاین یعنی یعنی چی؟ یعنی بودن من میگم ایش بین من هستم خب اینو توی حالت گذشته ساده چجوری میگم؟ ich war ich war یعنی چی؟ یعنی من بودم یا من بودم مهم اینه که تموم شده است در گذشته بوده و الان تموم شده است اوکی ich war بریم سراغ دوم شخص مفرد دو وارست. سوم شخص مفرد ایا زی اس وار همونطور که دارید میبینید اینجا صرف فعل برای اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد یکیه برای همین رنگشون یکیه بریم سراغ اول شخص جمع وی وارن وی وارن دوم شخص جمع ای وارت ای وارت سوم شخص جمع و دوم شخص محترمانه زی زی waren اینجا هم برای اول شخص جمع و سوم شخص جمع و دوم شخص محترمانه همونطور که دارید میبینید صرف فعل یکیه این هم از فعل زاین فعل هاون رو برداریم ببینیم چجوری صرف میشه در حالت گذشته ساده خب هاون یعنی داشتن خب وقتی که من میگم من دارم ای هبه در حالت غزنسه خب توی حالت گذشته ساده چی میشه؟ من داشته ام یا من داشتم ایش هاته ایش هاته دو هاتست تو داشتی دو هاتست ایا زی اس هاته وی هاتن ای هاتت زی زی حاتن. دوستان عزیز همونطور که دیدید برای صرف فعل های بی قاعده در زمان گذشته هیچ قانونی وجود نداره و ریشه فعل بالکل تغییر میکنه این از این الان ما فعل هبن و زاین رو در حالت گذشته ساده صرف کردیم چرا که بسیار بسیار مهم و کاربردی بقیه مهم نیستن دوستان اونقدر اهمیت ندارن و کاربردی کاربردی هستن این فعل هایی که دارید میبینید بسیار فعل های پر کاربردی هستن اما توی حالت گذشته ساده کاربردی ندارن یعنی استفاده نمیشن ولی بله خب یه فعل برمی داریم ببینیم چه صرف میشه مثلا فعل فعل بلایبن زمایر شخصی رو میاریم ببینیم چه میشه بلایبن ماندن خب من میمانم ایش بلایبه میخوام بگم که من مانده هم یا من ماندم ایش بلیب ایش بلیب همونطور که دارید میبینید ریشه فعل تغییر کرد و حرف آی حرف ترکیبی آی شد ای اگه شما درس اخیر رو با دقت دیده باشید اون نکاتی که آخر درس بهتون دادم راجع به حروف ها اون شاید میتونه تا حدودی بهتون کمک کنه البته صد درصدی نیستن ولی خب میتونه گاهی اوقات اون نکات میتونن گاهی اوقات بهتون کمک کنن بریم سراغ دوم شخص مفرد دو بلیپست دو بلیپست ایا زی اس بلیب ایا زی اس بلیب ویه blieben. Wir blieben. Er bliebt. Er bliebt. Sie, sie blieben. Sie, sie blieben. خب دوستان عزیز این هم از درس امروز ما در دو درس اخیر با حالت پرزنس و پرفکت آشنا شدیم امروز با حالت پریتریتوم آشنا شدیم در درس آینده با حالت پلوس کوام پرفکت آشنا خواهیم شد لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید تا درس بعد خدا نگهدار